بینندگان عزیز، با سلام مجدد به شما و با خوش آمدگویی به آقای یزدان خداوندلو. ایشون از کلن آلمان با شما هستند تا درباره اولا ایشون در رابطه با آسیب شناسی فرهنگی صحبت میکنن، رشته شون هم همین هست، نه آسیب شناسی فرهنگی، ولی وقتی تو زمینه آسیب شناسی کار کرده باشن یاد میگیرن، میدونن که چگونه میشه توی رشته دیگه آسیب شناس شد. و اینها مجموعه برنامه‌ای هست در رابطه با آسیب شناسی فرهنگی که امروز موضوع برنامه روشن فکر کیست، مبانی روشننگری دارای چه الزاماتی است. من هم مثل شما بینندگان شنونده این برنامه هستم و هم یاد میگیرم و هم امیدوارم که شاگرد خوبی باشم، به دیگرانم بعدا بتونم یاد بدم. بفرمایید، با شما هستیم. درود بر شما آقای سروی، شنوندگان و بینندگانتون. البته در این گفتگوها شما تنها شنونده نیستید، بلکه من بارها شما را دعوت کردم که مخاطبه من باشید تا تکگویی ها یا مونولوگ های من به دیالوگ تبدیل بشه که جذابیت بیشتری داشته باشه. خب امشب آقای سروی، میخواهم در حوزه آسیب شناسی فرهنگی به جماعت روشنفکر و مبانی روشنفکری بپردازم که مشخص شود روشنفکر کیست و مبانی روشننگری دارای چه الزاماتی است. حالا آقای سروی، شما میتونید نظرتون رو درباره روشنفکر بگید؟ والا فکر کنم همون روشنفکر کلمه آوانگاردی که خارجی ها استفاده میکنن، معمولا یک قدم جلوتر از دیگرانه. البته من نوشته شما رو یکم خوندم، متوجه شدم که مذهبی هم بهشون میگن منور الفکر. اتفاقا شاه تو نوشته هاش به روشنفکر میگه منور الفکر، که اینها به اصطلاح به دلیل اینکه فکر خوبی دارن و مطالعه خوبی دارن میتونن نور بیندازن روی اون موضوعاتی که برای ما تاریکه و ما ببینیم. فکر کنم این باشه. آفرین، خوب گفتی. شاگرد خوبی بودم؟ بله. نه البته شما شاگرد نیستی، که من بعد بحثای شما بعضی وقتای اینجا گوش میکنم، نگاه میکنم میرم که استاد خیلی خوبی هم هستید شما. خیلی من خواهیتون دست کم نگیر داداش. خب بپردازم به موضوع. ابتدا تعریف روشن فکر. روشن فکر، روشن اندیش، یا به عربی منور الفکر، فردی است دارای تفکری روشن که پرتوی آن را بر پدیده می‌افکند، آن را از تاریکی به در آورده و در حوزه معرفت مجهولی را معلوم می‌گرداند. خب از این جمله چه برداشتی می‌کنید شما آقا؟ همون دیگه، اینا کمک جامعه هستن دیگه. بله. خب حال از این تعریف چه برداشتی در باب روشن فکر می‌کنیم؟ معنای این جمله این است که تفکر یا اندیشه فرد میتواند روشن یا خاموش و تاریک باشد و در جهان مادی هر شعله‌ای برای نورافشانی نیازمند موادی است که با اکسیژن ترکیب شود تا نور تولید کند. و در حوزه معرفت انسان روشنفکر هم برای روشننگری احتیاج به مواد و مصالح دارد. حال این مواد و مصالح کدام هستند؟ قبل از اینکه به این بپردازیم دقت کنید به این شعله نور داره میده. بله. یعنی توسط اون جرقه این مواد سوخته، یعنی گاز در اونجا میاد بیرون و با اکسیژن هوا ترکیب میشه و نور میده. بنابراین این نور به اون مواد، یعنی اون زیر به اون گاز نیازمنده برای نورافشانی. حالا تفکر روشن هم طبیعتا به مواد و مصالحی نیاز داره. این مواد و مصالح رو باید از کجا فراهم کنه؟ بپردازم به اصل مسئله. الزامات قبل از اینه که بپردازم به مسئله روشنفکری، به الزامات قضاوت
در امور روشنگری، یعنی کسی وقتی که میخواد روشنگری بکنه باید چه مواد و مصالحی در وجودش باشه که بتونه پرتو افکنی کنه، پرتوش رو بندازه روی پدیده تاریک تا اون رو از تاریکی به روشنایی در بیاره. اینجا من به اون ابزار و ادوات و لوازمی که نیازمند هست باید داشته باشه میپردازم. برای قضاوت در امر روشنگری انسان باید به چند توانایی مسلح باشد تا ابعاد گوناگون روشنگری را در بر گیرد که مهمترین آنها عبارتند از: یک، توانایی نگاه بی‌غرض از دور به قضایا، زیرا امر روشنفکری یا امر کلان معادن می‌طلبد زاویه دید ناظر روشنفکر باز افق مورد مطالعه‌اش پهناور در نتیجه کلیات را ببیند و در همین نگاه معطوف بر کل است که میتواند منشأ موضوع تحقیق را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد. پس اصل اول این است که توانایی نگاه دور به قضایا را داشته باشه که بتونه کلیات را ببینه. دو، داشتن پشتوانه فرهنگی در روش روشناندیشی، زیرا امر مجهول به معلوم می طلبد محقق مطالعاتی درازدامن، سیستماتیک و اکادمیک در تئوری و پراتیک داشته باشد. یعنی شما اگر پشتوانه فرهنگی در موردی که میخواید صحبت کنید نداشته باشی کاری از پیش نمیبرید. سه، دایره واژگانی بزرگ به عنوان ابزار اندیشه. چرا دارم میگم دایره واژگانی بزرگ به عنوان ابزار اندیشه؟ خاطر اینه که هر چقدر دایره واژگانی انسان بزرگتر باشه شعاع تفکرش بیشتره. چون اصلا ابزار اندیشه همه این واژگان هست. انسان به مدد واژگان و کلمات میاندیشه. اگه کلمات و واژگان رو از پیکر روانی انسان بکشن بیرون، اندیشه متوقف. سه، دایره واژگانی بزرگ به عنوان ابزار اندیشه برای فرمونه و انسجام مطلب، زیرا هرچه گنجینه لغوی انسان پربارتر باشد به همان نسبت شعاع اندیشه او بلندتر و میدان داوریش پهناورتر خواهد بود. چهار، در پرداختن به امر نقادی یعنی روشنگری هرهن، تسلط به اصول منطق دیالکتیک امریز الزامی، زیرا صدور حکم نیازمند استدلال متکی به منطق، درست راه رفتن روی خط علت و معلول، تفکیک حرکت از سکون و ایستایی، تسلط بر روش استقرایی حرکت از جزء به کل و روش قیاسی حرکت از کل به جزء، دیدن تضاد و تناقض و استنتاجی منطبق با واقعیت است تا مجهول به معلوم تبدیل شود. شما میتونید اون تصویر اصول منطق دیالکتیک رو نشون بدید؟ اجازه بدید با فیسبوک فرستاد. آها دیدم، اصول مقدماتی فلسفه یا اصول مقدماتی فلسفه. اینا رو هم همینطوری به تدریج نشون بدید، چون برای اینکه به دانش آموزانی که میخوان به امر فلسفه بپردازن برای شروع این کتاب اصول و مقدماتی فلسفه که در ایران هم بسیار چاپ شده و فراوان هست باید مراجعه کنند. پیداش کردم، بفهمید. اما یک لوگوی من درست کردم که اونجا منطق دیالکتیک یا منطق سوری ارسطویی رو نشون دادم و اصول منطق دیالکتیک رو به چهار بخش تقسیم کردم. اونو اگر یه چند لحظه نشون بدیم نگه داری، من دربارش یک دقیقه صحبت کنم. چهار اصل منطق دیالکتیک. آفره، بفهم. ببینید این در اونجا منطق دیالکتیک یا منطق سوری ارسطویی دارای چهار اصله. اصل اولش اصل ارتباطه، اصل دومش اصل حرکت، اصل سوم اصل تضاد و اصل چهارم تکامله. یعنی هر کس بخواد در حوزه فلسفه بخواد
صحبت بکنه یا در حوزه علم و حتی هنر صحبت بکنه، باید به این منطق سوری ارسطویی یا دیالکتیک مسلح باشه و مفاهیم این چهار اصل باید مطالعه کرده باشه و در مغزش به گوارش ذهنی رسیده باشه. اگر رسیده نباشه و مطالعه نکرده باشه، حرفایی که میگه عموماً مهملاته. البته امشب من نمیخوام درباره فلسفه و منطق سوری ارسطویی صحبت بکنم، یک جلسه بعد هم ممکنه بگذارم، ولی اینجا چون اصولاً الزامات روشنفکری به این منطق ارتباط داره، اینو خواستم ابتدا اون لوگوشو معرفی بکنم که یک تصویر ازش داشته باشن که بدونن ما درباره چی صحبت بکنیم. خب شما دوست دارید اینجا من درباره روش قیاسی و روش استنتاجی نام بردم استفاده کردم، درباره این دوتا روش قدری توضیح بدم یا اینه که شما میدونید توضیح میتونید بدید؟ شما لطف کنید توضیح بدید تا ما یاد بگیریم. بسیار خوب. اول من این روش قیاسی رو تعریف میکنم، یعنی حرکت از کل به سوی جزئه. به عنوان نمونه شما دیدید وقتی که در حوزه فضاکیهان میخوان درباره فضا صحبت بکنن، اول کیهان رو نشون میدن، این فضایی کاملا تاریک، این کله. بعد میان روی اونجا یه کهکشانی رو نشون میدن، مثلا مثل کهکشان راه شیری ما. ببینید از یه کلیتی اومد روی جزء. بعد توی این کهکشان راه شیری ما میاد روی منظومه شمسی ما مستقر میشه، این مرحله سومه. بعد در منظومه شمسی میاد روی کره زمین، بعد از کره زمین میاد روی قاره ها، از قاره ها میاد روی کشورها، از کشورها میاد توی شهرها، از شهرها وارد خیابون ها، کوچه ها و خانه ها میشه. این حرکت به این روش میگن روش قیاسی، یعنی حرکت از کل به سوی جزئه، که دشوار نیست. یعنی شما وقتی که میخواید صحبت بکنید درباره شهرتون، یه نفر بیاد از شما بپرسه که این شیرازی که شما میگید کجاست، همین روش رو میتونید استفاده کنید. میگید برو توی قاره ایران رو پیدا کن تو آسیا، از آسیا برو توی شهر، برو توی ایران، برو توی اون جنوبش استان فارس رو پیدا کن و بعد برو به شیراز میرسی. این روش قیاسی است، یعنی اینه که از کل میاید به طرف جز و دشوار نیست. اما روش استقرایی بسیار دشواره. در روش استقرایی شما از جز باید به کل برسید. به عنوان نمونه وقتی که میخواید یک مطلبی رو در ذهن کسی جا بندازید، میایید دربارش صحبت میکنید و قطعات پازلی رو از اقصانوغات جمع میکنید، میارید در کنار هم قرار میدید و بعد برای اینکه بتونید یک حکم کلی در بارش بدید، باید این قطعاتی که قطعات پازل هست کنار هم قرار دادید ازش فاصله بگیرید تا بتونید رنگ قالب، طرح قالب و مفهوم نهاییش رو ببینید و در بارش حکم بدید. و این کاری بسیار بسیار دشوار و هر کس بخواد این کارو بکنه طبیعتا باید فلسفه خونده باشه، علم خونده باشه و نگاه هنری علمی داشته باشه. در غیر این صورت نمیشه. شما به عنوان نمونه ببینید سلطنت طلبا میان میرن یه سری قطعاتی رو، پازل هایی رو از اعمال رفتار شاه و رضا شاه و اینا رو اینها میکنن و بعد میارن میخوان یک نتیجه بگیرن، یک نتیجه غلط میگیرن و تحویل من و شما میدن، مخصوصا به نسل جوان که نمیدونسته چه خبر. اینو بهش میگن روش استقرایی. خب اگه شما سوالی ندارید من ادامه بدم. نه سوالی ندارم، فقط سوال اینه که اگه این روش سخته چرا به اصطلاح از بین نرفته و هنوز هست؟ به خاطر اینه که انسان نیازمنده به این قضیه. یعنی همه مطالب رو که شما نمیتونید به صورت قیاسی چیز بکنید، باید به استقرایی هم توضیح بدید. آها بله. شما باید وقتی که میاید میگید که
از شما میرون بپرسن که آقای سربی برای چی انقلاب صورت گرفت؟ شما باید برید مراجعه بکنید، بگید این کار این کار این کار این کار این کارها رو مثلا میبینی پهلوی اول و دوم صورت داد و نتیجهش به این شد. بارها شما از این افراد پرسیدید که میگه اگر این حکومت خوب بود چرا فرو ریخت؟ خیلی خوب، وقتی که شما یک نتیجه کلی رو میخواید حکم بدید، اون دلائل رو میارید، اون دلائل رو مثل قطعات پازل کنار هم قرار میدید و بعد در نهایت نتیجه میگیرید، میگید که به این خاطر بود که خب این زیراب خودش زد. این شیوه استقرائیه در فلسفه و طبیعتا هر روز همه با حداقل دانشی هم که دارن استفاده دارن میکنن، منتها نمیدونن این شیوه مثلا شیوه استقرائیه. برن مثلا توی اینترنت بنویسن شیوه استقرائی چیه، روش استقرائی یا روش قیاسی، میاد و دربارش مطالعه کنن، اطلاعات پیدا بکنند. خب قبل از اینی که من بپردازم به الزامات و روشنفکری، چند تا کتاب معرفی کنم برای شما، چرا که در روند این مقاله نشون بدم که از کجاها من اینا رو گرفتم. شما عمدتاً یعنی اون یه چیزی معادل 80% این متن رو من از صحبت‌های آقای امیر حسین آریانپور استخراج کردم. اولین برخوردهای من با تفکر ایشون چند بارم نشون دادم جامعه شناسی هنر سر آریانپور. میبینید این کتاب رو؟ بله بله، جامعه شناسی هنر. کتاب کاهی کهنه ای هستش، قبل از انقلاب من خریده بودم اینو، یه چیز معادل 10 تومن و مرتب من به این مراجعه میکنم و اتفاقا ایشون اینو در جوانیش هم نوشته و بسیار کتاب راهنمای خوبیه. دوستان توصیه میکنم این کتاب رو مطالعه کنن و در ایران فراوان به دست میاد، چرا که یک دید کلی اینجا فقط تنهایی نیست جامعه شناسی و هنر رو بگه، ولی وقتی که درباره هنر داره صحبت میکنه میره بسترش و خواستگاهاشون رو بررسی میکنه و میره نقد میزنه توی های اجتماعی سیاسی ایران در گذشته. کتاب دیگه که در این زمینه مورد استفاده من قرار گرفته، این کتاب زمینه جامعه شناسی و هنر اقتباس و تألیف امیر حسین آریانپور، این کتابه. این کتاب چرا میگه تألیف و تدوین شده؟ به خاطر اینه که این اومده از تمام جامعه شناسان گردنکلوف و معتبر جهان برای تألیف این اثر استفاده کرده، از اونها مرتب نقل قول میاره و میگه فلان کس این حرف زد اینجا بکنه، مدعی صافی به فیلتر ذهن خودش عبور میده و این کتاب چیز کرده که یک زمینه، یک نقد بررسی چیز هم داره، یه متمم هم داره این. توی این دومین کتابی هستش که تو این زمینه ها شما وقتی که میخواید درباره جامعه و هر چیزی میخواید صحبت بکنید اینا رو باید بخونید. بعد کتاب دیگه ای هستش از ایشون، غروب فیلسوف، این اواخر در اومده، یعنی بعد از مرگش این حدود 4-5 سال اخیر این کتاب در اومده و من از در این تعداد مقالات زیادی از ایشون هست و من استفاده کردم. بعد کتاب دیگه ای که ایشون در زمینه روان و روانکاوی و نهاد و هنری داده، این کتاب فرویدیسم هست، با اشاراتی به عرفان و چی هستش، با اشاراتی به ادبیات و عرفان. این کتابه امیر حسین آریانپور. و کتاب دیگه ایشون نوشته درباره دینامیسم تاریخ، این کتابه. شما توجه بکنید تمام آثار این متفکر بزرگ ایرانی رو من مطالعه کردم و این مقاله تقریبا محصول اندیشه های ایشون هست. خب حالا در روند خوندن این متن من پیوسته کتاب های دیگه ای رو هم از اشخاص دیگه معرفی میکنم، مخصوصا در اون امتحان که منابع رو معرفی میکنم چند تا کتاب معرفی میکنم. الزامات روشنفکری، مهمترین ابزار روشننگری
عقل نقاد است و عقل صفت انسان بالغ در حوزه شناخت یا معرفت بشری است. شناخت یا معادل عربی آن معرفت چیست؟ قبلا من اینجا توضیح بدم ما دو گونه شناخت داریم، یک شناخت غریزی و شناخت منطقی یا علمی. تعریف شناخت: شناخت درک رابطه علت و معلول که از برخورد حواس انسان با دنیای خارج حاصل می شود و شامل مرحله حسی، غریزی و منطقی است. جهان خارج واقعیت عینی است. انسان در رابطه با محیط تحت تأثیر عوامل گوناگون قرار گرفته و الگوی عناصر در مغز بازتاب می‌یابد. انعکاس جهان خارج در مغز محتوای ذهن را پدید می‌آورد که مواد و مصالح شناخت آدمی از جهان پیرامون اوست. یعنی یک شی ذهن روشن به این مواد و مصالح نیازمنده. میتونه اون تصویر عکس انسانی رو که تو مغزش چراغ روشنه نشون بدید؟ ذهن انسان هنگام تولد مانند آینه است که شکل اشیا و مفهوم معنوی پدیده‌ها به تدریج به وساطت مادر، پدر، اعضای خانواده، بچه‌های کوچه، مهد کودک، دبستان، دبیرستان، دانشگاه، محیط کار، مراکز مذهبی، علمی و هنری در آن انعکاس یا منعکس، پردازش و ذخیره می شود. و وظیفه شناخت و معرفت بشری چیدمان سامانمند و انسجام بخشیدن به آن ذهنیت یا اندوخته معنوی است. جان لاک فیلسوف انگلیسی این کتابی داره، جان لاک، کستارهایی در فهم بشر. این کتاب خونده میشه؟ جستاری در فهم بشر، جان لاک. کستاری در راد فهم بشر. در این کتاب من مطالبی را استخراج کردم و در این مقاله الان مورد استفاده قرار میدم. جان لاک فیلسوف انگلیسی قرن 17 معتقد بود که مغز شبیه تابلوی خالی از خالی یا لوح سفیدی است که تجربه نظری و عملی، یعنی تئوری و پراتیک، علامت‌های خاصی بر آن حک می‌کند و بشر بدون تجربه فاقد هر گونه اطلاعات طبق‌بندی شده است و به طور خودکار به شناخت تجربی نمی رسد. در نتیجه هر نوع شناختی باید به محک تجربه زده و اصلاح شود تا استنتاج دقیق از آن صورت گیرد. اون ضرب المثله رو شما می دونید درباره تجربه و عمل؟ بگید، حالا شاید یادم میاد. که میگه هر تجربه رو شما باید به محک عمل بزنید تا صحت و سقمش معلوم بشه. شما میتونه خیلی حکم بدید، اما در عمل وقتی که مقاید وارد بشید و اثباتش بکنید، ببینید با هزار مشکل برخورد میکنید. پس بنابراین قبلا باید به محک عمل بزنید. یه چیزی هم داریم که میگه آزموده را آزمایش نکن. پس اون چی میشه؟ آزموده را آزمایش نکن، اونجا میخواد بگه که ای دل عبرت بین. اون یاره میگه که کسی رو که شما آزمایش کردی و دیدی که این بابا حرف حق تو کلش نمیره، اینو ولش کن. ولی اگر که شما بخوایی یه حکم منطقی صادر بکنید، اول نظرت رو در محک عمل بزن، ببین واقعیت چی جوابی میده، مثبت یا منفیه. بسیاری از این متفکرین ما یا این تفسیرگران ما نگاه میکنن ببینم که این حرفایی رو که میزنن، حکمایی رو صادر میکنن، هرگز به محک عمل نزدن. بنابراین بیشتر جنبه مهملگویی داره. خب، مراحل شناخت. شناخت انسان از محیط به وساطت تجربه و مشاهده حاصل می شود. یک، مرحله حسی.
در این مرحله تحریک های محیط از طریق حواس بر ارگانیسم تأثیر می گذارد. شما آقای سربی اگر با آمریکا نیامده بودید، تحریک های محیط آمریکایی در ارگان حواس شما تأثیر نمی گذاشت، ولی در ظرف این 30 سالی که اونجا هستید این تأثیرات رو گذاشته و دارای این طرز تفکری که الان هستید هستید. در این مرحله تحریک های محیط از طریق حواس بر ارگانیسم تأثیر می گذارد. تحریک ها نخست به صورت مبهم در مغز انعکاس می یابند و احساس را به وجود می آورند. سپس احساس در اثر لمس هدفمند و پیگیر، پردازش و انبوهه داده ها به صورت مشخص طبقه بندی و تبدیل به ادراک می کند. یعنی شما روزهای اولی که وارد آمریکا شده بودی، عوامل پیرامون نمودهای پیرامون شما جامعه آمریکا در ذهن شما انعکاس پیدا میکرد و جنبه های عاطفی و احساسی داشت، ولی در ظرف این طول این 30 سال انقدر اینا تکرار که شده که یه سری حقیقت ها و قوانین رو کسب کردید و میدونید که این گونه داره عمل میکنه در جامعه آمریکا. اگه بخوای شما در جامعه آمریکا به زندگی تدام میبینید، باید اینطوری باشه، روی این خطوط حرکت بکنید. یعنی اینه که توی این مرحله تحریک ها نخست به صورتی مبهم در مغز انعکاس میابن و احساس را به وجود میابرن، سپس احساس در اثر لمس هدفمند و پیگیر، پردازش و انبوهه داده ها به صورت مشخص طبقه بندی و تبدیل به ادراک می گردد. انسان بر اثر ادراک به وجود یک نمود پی می برد. ادراک با قطع تحریک خارجی از میان می رود، اما اثر آن موجود نگاره یا تصویر ذهنی می شود که تصویر ذهنی وضوح کمتری نسبت به خود تجربه دارد و به شکل خاطره قابل شناسایی است. تصاویر ذهنی اگر به وساطت تحریک های بعدی محیط به صورت اصیل تجلی کند، یاداوری دست می دهد و اگر به سیمایی دگرگون رخ نماید، تخیل به رویا نامیده می شود. تخیل ممکن است سازنده، خلاق، آرزومندانه یا متکی بر واقعیت باشد، یا به تاریخ و نقشه های آتی و تداعی گذشته مربوط گردد که همیشه بار منفی ندارد. شما چند روز پیش در صحبتاتون درباره اون بازار شیراز صحبت میکردید. بله بله، بازار رو دو تیکه کرده بودن، ما با دوچرخه مجبور بودیم بپریم اونجا، از اونجا بپریم اینجا. این تصاویر تقریبا 40 سال ازش گذشته دیگه. بله بله، ولی شما به مدد تداعی و معانی اونا رو دارید اینجا میارید. تخیل و رویا نبودید. تخیل ممکن است سازنده، خلاق، آرزومندانه یا متکی بر واقعیت باشد، یا به تر و نقشه های آتی ها کند. میگه این یاداوری هایی که شما یاداوری دست میدهد و اگر به سیمای دگرگون رخ نماید، تخیل و رویا نامیده میشود، ولی اون چیزهایی که شما داشتید تصویر میکردید تخیل و رویا نبود، بلکه تداعی و معانی بود. حالا اگر اونا رو توی خواب ببینید، جنبه های رویایی و تخیلیش برجسته میشه. خب مرحله منطقی، منطقی شناخت، در مرحله منطقی عقلانی، ادراک ها یا تصاویر ذهنی که نماینده صریح نمودهای جزئی جهان هستند، یعنی درباره هر چیزی یک تصویر تو ذهن شما ذخیره شده، به سبب برخورد با ادراکات یا نگاره های ذهنی پیشین مقایسه، سنجیده و پس از پردازش ردبندی می شود. آنگاه عناصر خصوصی و استثنایی ادراک یا نگار به کنار می روند و عناصر اصلی تمرکز می یابند. از این رو ادراک یا نگار ذهنی جزئی و سطحی که متعلق به یک نمود معین و حاکی از ظواهر آن نمود است، به یاری نگارها یا ادراکهای پیشین تعمیم می پذیرد، تحت نامی عام در می آید
و ذات یا ماهیت آن نمود و نظایر آن را نمایش می دهد. ادراک یا نگار ذهنی پس از این فرایند مفهوم کنسپت نامیده می شود که به عبارتی نمایش درونی و روانشناسی صفات مشترک یک تصویر ذهنی است. از برخورد و گسترش مفهوم ها در وهله نخست حکم جدوگمنت و در وهله دوم استنتاج راسیونینگ حاصل می شود. حکم مبین روابط نسبتا دور و ژرف واقعیت است و استنتاج از جمع شدن حکم های متعدد و حصول حکم وسیع تر به دست می آید. و در منطق دیالوگیک روش استقرایی ایندوکسیون نامیده می شود. این حکم وسیع تر به علت شباهت هایی که به احکام سابق ذهن دارد شامل آن احکام می شود و بدین وسیله دقت و روشنی بیشتری می‌یابد. و در منطق ارسطویی به روش قیاسی دیدکتیو متد معروف است. بنابراین استقرا رسیدن نمودهای جزئی به مفاهیم کلی و قیاس حرکت از کل به سوی جزء که در هر استنتاجی مؤثرند و از یکدیگر تفکیک ناپذیر و شناخت منطقی بلا فاصله به دنبال شناخت حسی حاصل نمی شود. گاهی بین این دو شناخت فاصله می افتد یا اصولا وقفه ایجاد می شود یا مسیرهای دیگر مثل شناخت عاطفی را طی می کند. بنابراین نباید تصور شود که شناخت حسی همواره به شناخت منطقی منجر می شود. خب سوالی دارید شما؟ نه جالبه، دارم یاد میگیرم اتفاقا حتی معنی این کانسپت و اینا رو به فارسی با وجود که آدم براش واضح است، ولی الان داریم اون چیزی رو که شما میگی یک کسی که میخواد صحبت کنه باید بتونه از لحاظ فرهنگ دیالوگم خیلی به اصطلاح باز باشه و بدونه، آدم یاد میگیره این چیزها رو. ممنونم از شما. بله، حالا من چون این خیلی کلمات به اصطلاح قلوم سلوم تو اینجا من به کار میبرم، شما لطفا میتونید هر کدومی که دوست داشته باشید اینا یادداشت کنید و در وقتی میپرسم شما بگین که معنی این کلمه یعنی چی، این یاد رو بیشتر توضیح بدید. باش. خب حالا بیاییم مثلا درباره خود شناخت، انواع شناخت داره یه ذره اکو میکنیم. شناخت انسان در درازهای تاریخ به سه صورت اصلی نمایان شد: شناخت علمی، هنری و فلسفی. یک، شناخت علمی. حواس انسان اولین ابزار شناخت است. ببینی همیشه داره میگه که این پنج حواس ما اولین ابزار این شناخته. اگر این پنج حواس هر کدومش کر و کور باشه، اون قسمت شناخت یک جاش دیوارش خالی میمونه. حواس انسان اولین ابزار شناخت است. جهان خارج در ذهن آدمی توسط حواس پنجگانه انجام میگیرد و ابتدا شناخت حسی حاصل میشود. یعنی وقتی که شما این پنج حواستون رو یا یکیشو پیرامون یک پدیدهی داری میچرخونید، ابتدا اون رو حس میکنید و در اثر تکرار مکرر از مرحله حسی وارد مرحله عقلانی و منطقی میشه، چون اطلاعات بیشتری در پرش پیدا میکنی حاصل میشه که ساده، سطحی و جزئی است و تقریبا جنبه عاطفی دارد. انسان در مرحله بعدی ادراکات خود را به صورت مفهوم درآورده و به شناخت خود ژرفا میبخشد و به حقیقت نزدیک میشود. چنین شناختی که از واقعیت ریشه میگیرد و بسیار با آن نزدیک است، شناخت علمی نامیده میشود و پایه‌های دانش یعنی ساینس را پیریزی میکند. شناخت علمی اصولا از کنش شخص در ارتباط با واقعیت حاصل میشود.
درستی و نادرستی چنین شناختی در ارتباط با واقعیت انجام می‌گیرد و تجربه پذیری و آزمون پذیری از خصیصه‌های شناخت علمی است. یعنی شما به شناخت علمی نمی‌رسی اگر تجربه آزمون و خطا انجام ندی، به شناخت علمی نمی‌رسی. شناخت در هر مورد دارای دو جنبه جدایی ناپذیر است، جنبه ادراکی و عاطفی. وجه ادراکی خبر از محیط می‌دهد و جنبه عاطفی نمایشگر حالات درونی ارگانیسم است. یعنی چی؟ یعنی شما توی اتاق نشستید، یه دفعه یه صدایی می‌شنوید، یعنی که بیرون داره مطلبی داره روی حواس شما تون میکنه و شما در مقابل این صدا واکنش نشون میدید، شما خودتون فکرهایی میکنید یا به بچه تون میگید آره مسئله مثل اینه که همسایه داره با زنش دعوا میکنه، یا مثلا میبینی زلزله مثل که اومده ها، پس بنابراین یه بار دیگه میکنم، داره دو جنبه جدایی ناپذیر است، جنبه ادراکی و عاطفی. وچه ادراکی خبر از محیط میدهند و جنبه عاطفی نمایشگر حالات درونی ارگانیسم است، یعنی درونی خود انسان. و شناخت علمی شامل هر دو جنبه است و ادراک محض نیست، بلکه جنبه عاطفی نیز دارد. با این وجود شناخت علمی چون از شناخت حسی دور و بر مفاهیم انتزاعی استوار است، از لحاظ عاطفی ضعیف است. انسان میکوشد تا حد امکان محیط را فارغ از کیفیات درونی و ارگانیسم، یعنی خودش چی برداشت میکنه و خودش چه فکرایی میکنه، اونطوری که مثلا الهیون فکر میکنن، اون چیزی که واقعیت هست بر اساس اون قضاوت میکنه، فارغ از کیفیت درونی و ارگانیسم بسنجد و بشناسد. دانشمند به کیفیت و واقعیت پدیده توجه دارد. بنابراین تعریف علم یعنی شناخت واقعیت از طریق تجربه به اتکای فلسفه و با تأکید بر کمیت. میان جنبه ادراکی و عاطفی شناخت نسبتی برقرار است. این نسبت در مورد همه علوم یکسان نیست، چنانکه جنبه ادراکی علم ریاضی از دیگر علوم بیشتر است، 2 تا 4 تا، اصلا فکر و تعمال هم نباید بکنیم. قاطع میگه 2 با 2 جمع کنی میشه 4، ضربش کنی میشه 4. اما هیچ علمی نیست که در کل بر کنار از جنبه عاطفی، یعنی مستقل از حالات و ارگانیسم باشد، مستقل از عواطف خود انسان هم باشه. انسان عواطفش در خیلی از چیزا مخلوط کنه. حتی علوم ریاضی که ادراکی به انتزاعی ترین دانش هاست و در علوم اجتماعی جنبه عاطفی شدیدتر است. هر شناختی را نمیتوان علم دانست. شناخت علمی دارای 3 ویژگی برجسته است که از شناخت غیر علمی متمایز میشود. علم به توصیف و طبقه بندی پدیده های مادی و معنوی میپردازد و دست به تنظیم و تدوین فرضیه ها میزند، آنگاه در صدد تبیین پدیده ها تحت مشاهده ارتباط متقابل و حرکات اشیاء مورد بررسی برمیآید. علم میتواند وقوع احتمالی پدیده های مشابه در آینده را پیش بینی کند. تبیین و پیش بینی از اهداف اصلی علوم هستند. یعنی میگه وقتی درباره یک موضوعی اطلاعاتی پیدا کرد، میتونه سپس در اثر این داده ها و تراکم اطلاعات پیشبینی کنه، فکر کنه خب اگه این هوا اینطوری هستش و اینطور داغ و ابر داره چی میکنه، پس فردا باید بارون بیاد. در اثر این اطلاعات هستش که توانایی پیشبینی شما بالا میره. من بعضی وقتا میگم که خیلی خوب شما وقتی که میبینید که توی این قرآن این همه حرفهایی میزنه که هیچ کدوم در مدینه و مکه صورت نگرفته و همه حرفا عموما توی این مناطقی هستش که میان رودان و خراسان بزرگ و شاماته، چرا
مشکوک نمیشید به اینی که این قرآن توی اینجا نوشته شده. این تراکم این اطلاعات هستش که توانایی شک و پیشبینی و کنجکاوی انسان رو بالا میبره. بدون این پشتوانه فرهنگی امکان پذیر نیست. خب جا بدیم اینجا. برکنار جنبه عادی یعنی مستقل از حالات ارگانیسم باشه، حتی علوم ریاضی که ادراکی به انتزاعی ترین دانش هاست و در علوم اجتماعی جنبه عاطفی شدیدتر از هر شناخت را نمیتوان علمی دانست. شناخت علمی دارای سه ویژگی برجسته است که از شناخت غیر علمی متمایز می شود. علم به توصیف و طبقه بندی پدیده های مادی و معنوی می پردازد و دست به تنظیم و تدوین فرضیه ها می زند. آنگاه در صدد تبیین پدیده ها تحت مشاهده، ارتباط متقابل و حرکات اشیاء مورد بررسی بر می آید. علم می تواند وقوع احتمالی پدیده های مشابه در آینده را نیز پیش بینی کند. تبیین و پیشبینی از اهداف اصلی علوم هستند که اغلب به وساطت نظریه ها و قوانین کلی که از طریق استنتاج استقرایی حاصل می شود. چرا میگم استنتاج استقرایی؟ اون اطلاعات و اینا رو دونه دونه به عنوان قطعات بازن در کنار هم قرار میده و بعد ازش فاصله میگیره و از بالا و از دور نگاه میکنه رنگ قالب، طرح قالب، کلیتش اصلا درباره چی هست. اون موقع میتونه استنتاج کنه. استنتاج استقرایی حاصل میشود انجام میپذیره. این دو ویژگی جنبه کاربردی علم است که بشر را به فهم و درک اشیاء پدیده ها و حرکات آن قادر میسازد. شناخت هنری قسمت دو، شناخت هنری. به این قسمت بیشتر توجه کنند و من در روند خوندن این، اما قبلا یه چند تا کتاب به دوستان معرفی بکنم درباره شناخت هنری. یه کتابی هستش اینجا، ضرورت هنر. تا شما این کتاب ها رو پیدا میکنید اجازه بدین یه چند تا از چیزایی که دوستان نوشتن برای شما بخونم، شاید بخواید در این رابطه هم صحبت کنید. ضمن شما فکر کنم میتونید از برنامه آینده فیسبوکتون رو روشن بذارید، صداشو ببندید، این نوشته ها رو بخونید، خودتون شاید خواستید پاسخ بده. یکی از این دوستان به نام داریوش گفته که جسارتن استاد چراغ را روشن کنید، خیلی تاریکه، اصلا معلوم نیستید. البته من برای ایشون نوشتم که فکر کنم ایشون عمدن نور را کم کرده که من و شما بیشتر به گفته ایشان توجه کنید. آقا رضا نوشته که این آقا رضا من دعوت کردم تو برنامه من بیاد، یک مهمون من باشه، چون من فکر کردم پسر جوانیه ولی همسن خود من هست و بیشتر خوشحال میشم باهاشون صحبت کنم. امیدوارم دعوت من رو قبول کنم. نوشتن که ساده ترین تعریف شناخت این است: انعکاس جهان عینی در ذهن. به نظر من خیلی هم خوب و خلاصه و مختصر. بر یکی دیگه به نام آقای محمد رضا نوشتن درود بر شما جناب آقای سربی، خدا قوت، خسته نباشید. من خوب میبینم، واضح نیست ولی قابل دیدن است. البته بهتون بگم دوستان، تصویر توی مردم تیوی بهتره، چون ما این تصویر رو داریم از روی ویدیوی مردم تیوی میگیریم. اگر بتونید مردمتیوی.com رو تماشا کنید تصویر اونجا بهتره، ولی کلن نور برنامه آقای یزدان خداوندلو به نسبت برنامه های تلویزیونی کمتر هست. حتی من ویدیوی رو امروز صبح براشون فرستادم، نمیدونم وقت کردن ببینن یا نه. ببخشید که من برنامه‌تون رو قطع کردم، بفرمایید. بله، بپردازم به تعریف این آقا که گفتن شناخت یعنی انعکاس جهان عینی در ذهن. این یک بخششه فقط. در ذهن خیلی چیزا در ذهن انعکاس پیدا میکنه یا ثبت میشه. شناخت و مرحله ای هستش که اینا باید به مرحله پختگی برسه، پردازش بشه و در ذهن بایگانی بشه و شما مسلح به یک دایره واژگانی یا مفاهیمی باشید که بتونید اطلاع بدید. فقط انعکاس در ذهن نیست. بله، باید نمودهای خارج از جهان، خارج از انسان، باید در ذهن انسان انعکاس پیدا بکنه
در ذهن انسان اونجا پردازش میشه، طبقه بندی میشه، رده بندی میشه، علمی بودن و هنری بودن و فلسفی بودن و خیلی چیزاش مشخص میشه و بعد وقتی که اونجا بایگانی شد، اون موقع شناخت انسان داره یک شناخت است. خب اما درباره این مسئله شناخت هنری، ضرورت هنر در روند تکامل اجتماعی ارث میشه. این کتاب چرا در اینجا تنها توضیح میده که انسان وقتی که میخواد یک حکم علمی فلسفی صادر بکنه باید شناخت هنری مسلح باشه. یا قبلا هم نشون دادم زبان تصویر در حوزه نقاشی، تو اینجا این گیورگ گیبز توضیح میده که چگونه به نقاشی نگاه کنید و جنبه های هنریش رو کسب کنید. یا کتاب دیگه ای هستش معنی هنر، مال هربرت رید. ببینید معنی هنر، اصلا از شما بیان بپرسن که هنر اصلا چی هست، میتونید تعریف کنید آیه سوربی؟ واقعا نه، من تعریف میکنم برای شما. هنر دستاورد انسانی است که در قالب‌های هنرهای تجسمی، کلامی و موسیقیایی پیکرگیری میشه. دستاورد انسانی است که بر موازین تعادل، تقارن و توازن استوار گشته. شما میتونید مثلا یه دونه، من هرچی گشتم یه ذره دیر رسیدم، یه دونه فرش ایرانی رو میخواستم برای شما، اون فرش های قالی کرمان که کلاسیک هستن، دیدید حاشیه داره، دوتا حاشیه، حاشیه اصلی و حاشیه فرعی داره، بعد پس زمینه هستش، بعد اون وسط یه دونه تورنج هست و این تورنج رو چهار قسمت کردن و هر قسمتش رو تو اون گوشه ها به عنوان لچک ها قرار دادن و در نهایت رنگ آمیزیش و طرحش طوری طراحی شده که انسان وقتی که بهش نگاه میکنه حواس انسان در اون توقف میکنه و در این توقف نوعی مهرآمیزی بین ابجکت و سوبجکت صورت میگیره. چرا؟ به خاطر اینه که این اثر هنری بر اساس تعادل و توازن، اون لچک ها با اون تورنج مرکزی و کلش و اون زمینه و حاشیه، اینا بر اساس تعادل و توازن در کنار هم قرار گرفته و به یک تعادل رسیده. بنابراین هنر دستاورد انسانی است که بر موازین تعادل و تقارن و توازن، حالا تقارن در شفرم، توازن در رنگ و بیزی، در تر، اینا ها مستقل شده و در قالب های هنرهای تجسمی، کلامی، موسیقیایی اینا پیکرگیری میشه. بنابراین تعریف هنر این بود. خب شناخت هنری، این کتاب رو معنی هنر رو نشون دادم برای شما. یکی دیگه، کتاب دیگه هستش معنی زیبایی، اریک نیوتن. ببینید معنی زیبایی خوب دیده میشه؟ بله بله کاملا. خب معنی زیبایی، وقتی که بیان شما بپرسن که آقا اصلا یک جسم زیبا چیه، باید بتونید تعریف بکنید. میگید جسم زیبا اون جسمی هستش که بین سوبیکت و اوبیکت یک توقف صورت میگیره، وقتی که نگاه انسان باش برخورد میکنه توقف میکنه و در این توقف مهرآمیزی بین اوبیکت و سوبیکت صورت میگیره. خب کتاب دیگه، کتاب الان اینجا بازم هستش، اینجا میتونم معرفی بکنم ولی در روند چیز به تدریج که میخونم معرفی میکنمش. چقدر دیگه وقت داریم آقا؟ حدود 10 دقیقه دیگه. حالا 10 دقیقه، خب در ظرف 10 دقیقه این فکر میکنم که بتونم سرقه موضوع رو جمع کنم. خب شناخت هنری، اگر در مرحله نخست شناخت، یعنی شناخت حسی، درنگ کرده و جنبه عاطفی شناخت را مورد تأکید قرار دهیم، به شناخت هنری میرسیم. هنرمند در روند آفرینش اثر هنری نیاز به شناخت واقعیت دارد، همانطور که دانشمند در تبیین پدیده مجبور از شناخت آن است. دانشمند با تکیه بر مفاهیم کلی انتزاعی واقعیت خارجی را تا حد امکان از حالات ارگانیسم انتزاع می کند، یعنی از برداشت های خصوصی خودش انتزاع می کند
و به زبان کمی باز میگوید. هنرمند با اتکا به صورتهای جزئی ذهنی واقعیت درونی را تا اندازه‌ای از واقعیت خارجی تجرید کرده و به زبان کیفی ارائه میدهد. یعنی اینه که اون مطالب رو میبینه منطقه از فیلتر تفکر هنری خودش عبور میده و اون چیزی رو که تولید میکنه کاملا اون چیزی که واقعیت چیز نیست، بلکه از فیلتر ذهن خود اون عبور داده و انعکاس پیدا کرده. در کار هنری نظام واقعیت درونی بیش از قوانین واقعیت خارجی مورد توجه است. وقتی که هنرمند داره یه اثری رو خلق میکنه، درسته که از واقعیت بیرونی چیزایی رو گرفته، ولی میبره در نهانخانهش اونجا میبره و اون چیزی رو که میده بیرون اون حالات درونی خودش رو بیشتر منعکس میکنه. اما دانشمند برعکس، اون چیزی رو که میگیره رو عین همون رو خشک و بیروح هم میتونه چی بکنه، چون هدفش فقط علمی بودن قضیه هستش. و برعکس در کار علمی واقعیت خارجی بیش از واقعیت درونی مورد تایید قرار میگیرد. هنر مانند علم موافق مقتضیات زندگی انسان تحول میپذیرد و در هر زمانی شناخت جدیدی به دست میدهد. این شناخت جدید به سهم خود مقتضیات عملی نوین را موجب میشود و به تعبیر زندگی اجتماعی منجر میگردد. هنرمند و دانشمند هر دو واقعیت بیرونی را می شناسند. هر دو طالب حقیقت هستند. یکی حقیقت علمی را می جوید، دیگری حقیقت هنری یا زیبایی را خواستار است. دانشمند به کشف چگونگی دیگرگونی های جدیدی که بر اثر عمل انسان در واقعیت پدیدار می شود همت می گمارد و هنرمند به شناسایی امیدها و آرزوها یا امکانات تازه‌ای که دگرگونی‌های جدید در انسان برمی‌انگیزد می‌پردازد. علم و هنر به دنبال همنوایی هستند، بدین معنی که دانشمند و هنرمند هر دو در صدد شناسایی محیط تلاش می‌کنند، اما نتیجه این شناسایی در علم و هنر متفاوت است و بر اساس همین همنوایی و همگرایی شناخت فلسفی حاصل می شود. توجه می کنید چی داره میگه؟ میگه که شما به شناخت فلسفی مسلح نمیشید مگر اینکه شناخت علمی و هنری داشته باشید. بسیار از این مفسران سیاسی ما اصلا فاقد شناخت هنری هستند. یه تابلوی زیبا رو نمیتونن تشخیص بدن، تفکیک کنن. برای همین مسئله شما میتونید به این کتاب در این زمینه، به کتاب مقدمه بر تاریخ علم اثر جورج ساتون، این کتاب قطور 6 جلده دیده میشه؟ بله بله. به این مراجعه کنید برای درک این مرحله ها، یعنی شناخت فلسفی، یا به تاریخ هنر مال پرویز مرزبان که خلاصه شده هستش این که چگونه اتفاق افتاده. و نمونه دیگر درباره فلسفه روشنگری وقتی که میخواییم صحبت بکنیم باید به این اثر ارنست کاسیر فلسفه روشنگری، اینه من توصیه میکنم دوستان حتما بخونن. این کتاب بسیار مدرنیه، ترجمه شده. این متفکر یکی از اون متفکرهای درجه یک دنیا هست. یکم ببرنش بالاتر لطفا. فلسفه روشنگری، همینجا خوب، مرسی. ارنست کاسیر. یا تاریخ فلسفه اثر ویلدورانت، این ارتباطی به اون تاریخ تمدنش نداره، این فقط یه جلد مستقله. تاریخ فلسفه، درباره فلسفه و تاریخ آن داره بحث میکنه. یا به کتاب دیگه هستش در اینجا، لذت فلسفه مال ویلدورانت. تقریبا من تمام این آثار ویلدورانت رو دارم، میبینی؟ خب حالا بعدا درباره روانکاوی و رویا این چیزا هم حالا بعدا من بحث میکنم اگر وقت بوده باشه، درباره همین مراحل هنری مال گوستاف یونگ و زیگموند فروید. سه، شناخت فلسفی.
شناخت فلسفی محصول درامیزی به همنوایی شناخت علمی و هنری است، بدین معنا که شناخت فلسفی با کلیات سر کار دارد که در جریان زندگی بر اثر جمع ادراک و عواطف به وجود می آید و شامل همه شناخت ها می شود و از آن به عنوان جهانبینی نام می برند. شناخت هر کس چگونگی جهاننگری او را تعیین می کند، چون هر گونه شناختی کم و بیش حاوی مقداری از واقعیت است. اما فلسفه در مفهوم عام از آن فیلسوفان است. کار فیلسوف تنظیم و تعمیم آگاهی های علمی و هنری موجود است، با این تفاوت که در روزگاران پیشین فلسفه نه تنها به تعمیم یافته های علم و هنر می پرداخت، بلکه عملا وظیفه علوم و هنرها را نیز به دوش می کشید. اما پس از عصر رنسانس اروپا که دامنه شناخت گسترش یافت و تخصصهای علمی به وجود آمد، رفته رفته علوم استقلال یافتند و پس از آن تنها وظیفه تعمیم نتایج علوم و هنرها برای فیلسوف باقی ماند. چنانکه امروز برخلاف گذشته فلسفه دیگر سردمدار همه جریان ها نیست. شناخت فلسفی برای درک طبیعت و مسیر جامعه انسانی به سوی تعالی ضرورت دارد. وجوه کمی و کیفی واقعیت که در علم و هنر از یکدیگر جدا می شوند در فلسفه وحدت می یابند. شناخت نمودهای واقعیت فرد، جامعه و طبیعت که به نیروی علم و هنر فراهم می آیند متشتت و نسبتاً کم دوام هستند. اما این شناخت ها به کمک استنتاج منطقی مرتبط، منظم و تعمیم می‌یابند و شناخت فلسفی را شکل می‌دهند. شناخت فلسفی که در عین حال از شناخت علمی و هنری مایه می‌گیرد، علم و هنر را به پیش می‌راند. علم و هنرها در فرایند تکامل و پیشرفت خود به اکتشافات جدید دست می‌یابند و فلسفه های نوین را فراهم می آورند. فلسفه های نوین به سهم خود موجب شناخت های تازه در حوزه های علم و هنر شده و به کشفیات جدیدی نائل می آیند. در حوزه علم، هنر و فلسفه داد و ستد وجود دارد. هرچه جهانبینی دانشمند و هنرمند منطبق با واقعیت باشد، شناخت علمی یا هنری او ژرف‌تر خواهد بود. فلسفه ذاتاً شناختی انتقادی است و تضاد و تناقض‌ها را مورد نقد و تحلیل قرار می‌دهد و پس از تحقیق انتقادی احکام آن را می‌پذیرد. بنابراین شناخت فلسفی ناظر بر شناخت علمی و هنری است، گرچه در فرایند توسعه خود از دستاورد آنها استفاده می‌کند. منابع 1. منابع مورد استفاده 1. جامعه شناسی هنر که من برای شما نشون دادم، زمینه جامعه شناسی رو نشون دادم، امیر حسین آریانپور. 2. تاریخ هنر رو نشون دادم به شما، مال پرویز مرزبان. 3. فلسفه روشنگری رو هم اثر ارنسکاسی رو نشون دادم، مقدمه بر تاریخ علم جورج ساتونون هم نشون دادم، زبان تصویر نوشته جورج گیبس. 6. سنجش خرد ناب، این کتاب خطور بیش از 1000 صفحه‌ای مال آمانوئل کانت، درست دیده میشه؟ بله بله. این سنجش خرد ناب آمانوئل کانت. 7. چستاری در فهم بشر که من اینجا قبلا برای شما نشون دادم اون چستاری در فهم بشر رو هم. و 8. منطق ارسطو، این کتاب قطور منطق ارسطو. خب ختم جلسه. بسیار ممنونم از شما دوستان عزیز. این برنامه ها روی فیسبوک باقی میمونه. من روی فیسبوک آقای یزدان خداوندلو هم شیر کردم، اونجا هم هست. اگه نباشم خودشون دیدم که لطف میکنن برنامه های یوتیوب رو میذارن اونجا و تا دقایقی دیگر، حتی ساعت هم نه، تا دقایقی دیگر روی
یوتیوب هم به صورت بایگانی خواهد بود، فقط کافیه که اسم ایشون رو تایپ کنید یا موضوع هر برنامه رو بنویسید و اون برنامه ها رو ببینید. لطف کنید اگر پرسشی دارید یا نظری دارید از طریق فیسبوک تماس بگیرید تا زمانی که ایشون برای اونایی که میخوان فیسبوک ندارن به اصطلاح فکری بکنن، یا ایمیل یا شماره تلفن، هر چیزی که خودشون دوست دارن. در صورت زیرم اون یوتیوب هم میتونم بنویسن، تو یوتیوب اگر عضو هستن میبینن تو اون زیرم میتونم بنویسن. بله بله اون کارم میشه کرد. بله زیر یوتیوب هم کامنت میتونید بنویسید، ایشون اونجا میتونه پاسخ بده. در اصل ممنون از یکایک شما دوستان. یه خبر خوب، یکی از دوستان امروز گفت ایام تعطیلی هست و اینها و تا 10 روز خواسته که ما هر روز یک فیلم سینمایی پخش کنیم. من بهشون پیشنهاد کردم فیلم سینمایی که دوستان میتونن روی یوتیوب ببینن، فیلم‌هایی درباره یا کشور خودمون یا پیدایش چیزایی که مثلا داروینیسم و اینها صحبت کنید. حالا گفت فکر میکنم. در اصل مهمان ایشون هستید، 10 روز 1 تا 2 ساعت فیلم‌های مختلف. آقای خداوند رو از شما بسیار ممنونم و به امید اینکه دیگه تو امسال برنامه‌ای نداریم، امیدوارم که سال خوبی رو شروع کنید و شما رو هفته آینده 4 ژانویه که چهارشنبه هم هست خواهیم داشت. روز روزگار بر شما خوش. مرسی. بدرود بر شما شنوندگان و بینندگانتون عزیز.